بشریت اون چه بشریت امروز دنبال و خامه گردن دادگری و مهربانی چیزهایی که عدم موجودیت نایاکم بود اینا در جوامع مثل افغانستان و در فضای امروزی که ما در اون پس میکشن باعث شد انسانها در وضعیت زندگی کنند که در واقع بسیار تأثیر برانگیزه. برنامه همه شما عزیزان رو بر چیه و سبونی برنامه گفتگوی بنیاد آرمان شهر تهنیت عرض میکنم و امیدوارم لحظاتی که در خدمت شما عزیزان قرار داریم و شما قدم نجف هم بودی رو به اینکه تشریف آوردن بتانه لحظات پرباره باشه بتانه یک پایی داری جمع بزنیم که ما در واقع تانسته باشیم یک قدم رو برداریم به سمت یک جامعه مدنی، یک جامعه که در واقعیت امر به تمام پاسخگوی مشکلات انسان امروز باشه. طوری که فکر میکنم اکثر دوستان در جریان هستن این محفل به بهانه تاکید میکنم سر کلمه بهانه به بهانه چاپ کتاب راهنمای قربانیان به دادگاه بین‌المللی جنایی کتابی که در آخر محفل در اختیار تمام دوستان قرار میگیره و به بهانه چاپ این کتاب برگزار شده. اما در واقع ما به دنبال این هستیم که همون فضای بحث و گفتگویی که متاسفانه در جامعه ما جای بر جنگ و جدل گرفته و دشمنی و ستیز گرفته و فضای گفتگو ایجاد کنیم، به دنبال فرهنگ گفتگوی هستیم که بتوانیم به این وسیله در واقع مشکلات جامعه خود حل کنیم و به جایگاهی از آگاهی برسیم که به مهمترین صفت انسان که انسان رو وقتی میتونم تعریف کنم بگن انسان حیوان ناطقه، به این صفت احترام رو بذاریم. واقعا وقتی که میتونم گفتگو کنیم نیازی نیست که تفنگ به دست بگیریم. من در آغاز این محفل البته پیش از شروع رسمی محفل یک نکته دیگه میخواستم بگم که به سلسله همین فعالیت هایی که میرسیدن به سرگو به جامعه مدنی ها امسال میگه پا از طرف بنیاد آرمان شهر صورت گرفته و در یه جامعه مدنی که در واقع ما فکر میکنیم که نهادهای مدنی که در افغانستان وجود دارند همگی یک خانواده واحد هستند، به همون شکل که این خانواده واحد جزء از یک مجموعه کلانتریه که نهادهای مدنی که در سطح دنیا فعالیت میکنند. ما به همون سلسله چند وقت پیش یک جایزه ادبی را اندازی کردیم به بهانه روز جهانی صلح به نام جایزه ادبی سیمرغ، همون سیمرغ افسانه‌ای که در جریان داستان می فکر میکنم خیلی شیواتر و رساتر و محکمتر حضرت عطار نیشابوری قرنها پیش داستان سیمرغ در به نظم در آورده در جریان داستان هستیم که تعدادی از مرغان با هم به این فکر میفتن که برای خب پادشاهی برگزینن و به همین دلیل خیلی عظیمی از مرغان در راه میفتن و عزم کوه قاف میکنن برای پیدا کردن سیمرغ و او را آوردن و تاج سلطنت مرغان را بر سر نهادن. از این سپاه عظیم فقط سیمرغ به کوه قاف میرسه، بقیه از گزند روزگار و باد و بارانی که در واقع صد راه از این افتاده نابود میشن و سیمرغ به کوه قاف میرسن و در اونجا در میابند که در واقع او سیمرغ افسانه خود اینها هستن و دست به دست هم بدن تا بتوانن به اون جایگاه رفیعی که دنبال میگردن برسن. این در واقع خلاصه بود از اینکه چرا نام جشنواره جایزه ادبی سیمرغ سیمرغ انتخاب شده. ما فکر میکنیم که جامعه افغانستان که میتونه سالها در افغانستان بسازه، ما باید به دنبال سیمرغ در درون این جامعه باشیم. من میخواهیم که وقت دوستان بگیرم به همین دلیل فقط میخواهم فراخوان جایزه ادبی سیمرغ در درون مجموعی که ما از محفل مقدماتی سیمرغ چاپ کردیم، محفلی که در کابل برگزار شد، فراخوان جشنواره به درون این مجموعه هست. هرچند که مدت ارسال آثار جشنواره ادبی سیمرغ در واقع گذشته حاله، ولی مدتی از ما تمدید کردیم تا هفدهم ربیع الاول یعنی دیروز و یک بار دیگه هم تمدید خواهد شد.
به اون بانی هستم که شعرها، داستان، خاطره و در واقع تاریخ جنگ افغانستان نگاشته باشه روی کاغذ دو یک تاریخی که مثلا بماند و آیندگان در واقع چشمنداز روشنی از امروز افغانستان و دیروز افغانستان در درون رو پیدا کنند. خب دوستای گرامی، در واقع جلسه امروز ما سه بخش داریم. یک بخش مثلا دوستان به درک خواهم آورد و کتاب راهنمای قربانیان به دادگاه بین‌المللی جنایی یک مرور گذران میکنیم و با عنوان معرفی. بعد از او دو نفر سخنران داریم، خانم عزیزه خیراندیش که البته برگزاری محفل زحمات زیاد کشیدن، من از پشت همین تلویزیون تشکر میکنم از ایشان و آقای مسعود حسن‌زاده که به نقاط اشاره خواهند کرد در مورد مسئله عدالت انتقامی و مسئله حقوق بشر و قربانیانی که در طول سالهای گذشته در افغانستان ایجاد شدند. و بخش سوم برنامه بحث آزاد، تمام دوستان امیدوارم در این بحث شرکت کنند و نظرات و دیدگاه ها خود در مورد دو مسئله که ما در نظر گرفتیم، هرچند که ممکنه که تغییر کنه بشه که اگر دوستان بحث دیگه هم در ارتباط با همین مسئله عدالت انتقالی و حقوق بشر و قربانیان داشته باشند مطرح کنند. اما دو مسئله اصلی مطرح ما یکی اینه که چگونه میتوانیم با وضعیتی برسیم که عدالت انتقالی تحقق پیدا کنه در افغانستان. عدالت انتقالی که در طول سالهای گذشته، در طول 8 سال گذشته حرفهای زیاد در مورد اون مسئله زده شده، نهادهای زیادی در زمینه کار کردن، کارهایی که در اکثر موارد کارهایی بوده که در حد گفت و شنید بوده و کمتر توانسته جنبه عملی پیدا کنه. مسئله دوم، مسئله جنایتهایی که در مورد زنان در طول سالهای جنگ اتفاق افتاده، جنایتهای ویژه‌ای که چگونه باید در مورد جنایت ها تصمیم گرفته شه، باشه نگاهی به سمت او اتفاقات وحشتناک نگاه باشه. در داخل همین کتاب یک فصلی هست ویژه جنایت های که در مورد زمان در کودکان اتفاق افتاده در جنگ و از این جنایت ها به عنوان جنایت جنگی یاد شده. من فقط کوتاه همون جمله که اینجا یادداشت گرفتم میخوام باشم، جنایت هایی که در مورد زنان صورت گرفته باید در پروسه عدالت انتقالی مد نظر قرار گیرد. در مورد این دو مسئله بعداً بحث خواهیم کرد. میام سر کتاب راهنمای قربانیان به دادگاه بین‌المللی جنایی، کتابی که برای اولین بار از زبان فرانسوی به زبان فارسی برگردان شده و به همت بنیاد آرمان شهر و همکاری مالی کمیسیون مستقل به حقوق بشر در کابل چاپ شده که من نسخه‌ای از او با خود به همراه هم آوردم. این کتاب دارای 8 فصله که به ترتیب دادگاه چه می‌کند، منظور دادگاه بین‌المللی جنایی، جنایات در محدود اختیارات قانونی دادگاه، سوم جنایات انجام شده به خصوص بر زنان و کودکان، چهارم مشارکت و حضور قربانیان در دادگاه، پنجم حفاظت و امنیت قربانیان و شهود، ششم جبران خسارات، هفتم نتیجه گیری و فصل هشتم نمیمه ها. البته در آغاز کتاب قطعات برگزیده از پیشتر آمد اساسنامه دادگاه بین‌المللی جنایی که در سال 1998 میلادی برابر با 1377 هجری خورشیدی دایر شده بوده نیز آمده که من فکر میکنم خواندن جملات بسیار کوتاهی خواندن اونو بعد میه چشمنداز میتونه از اساسنامه دادگاه بین‌المللی جنایی به دوستا بده. به یاد داشته باشیم که در قرنی که گذشت میلیون‌ها کودک، زن و مرد قربانیان خشونت‌های باور نکردنی بودند که وجدان بشر را عمیقاً آزرده و جریحه دار کرد. بدانیم که کماکان این جنایات هولناک صلح، امنیت و آسایش جهان را تهدید می‌کنند. مصمم باشیم که با معاف کردن عاملان این جنایات از مجازات پایان دهیم و به این ترتیب در جلوگیری از تکرار این جنایات یاری رسانیم. به این هدف باور داشته باشیم و به خاطر نسل‌های امروز و فردا از مبنای دادگاه بین‌المللی دائمی جنایی حمایت نماییم.
قربانیان آمیختگانی به احترام و حیثیت آنها برخورد شود. قربانیان همچنان که در قوانین ملی نیز آمده به دلیل لطمه هایی که محتمل شدند حق دارند که متحمل شدند حق دارند و راهکارهای تامین عدالت دسترسی یابند و خسارت های وارد به ایشان جبران شود. در واقع این من فکر میکنم چکیده دادگاه بین المللی جنایی به شکل بسیار موجز و مختصر بدونم این تکه هایی که از اساسنامه دادگاه بین المللی جنایی انتخاب شده آمده.